اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. با نام و یاد پروردگار متعال، عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه عارفانه. همچنین به مناسبت فرارسیدن روز عرفه تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت مسلم بن عقیل سفیر سید الشهدا علیه السلام را. انشاءالله که همه شما بینندگان عزیز در این روز بسیار مهم و مقدس که روز دعا و مسئلت از پروردگار متعال نامیده شده، موفق باشین به انجام عبادات خاصه که در این روز مطرح شده. از همه شما بینندگان عزیز خوشمند هستم که افتخار بخشیده و بیننده برنامه امروز عارفانه باشید. سپاس و تشکر از همراهیتان با ادامه برنامه عارفانه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم در روز بسیار مهم و مقدس که روز عرفه باشه. از امام صادق علیه السلام نقل شده که در رابطه با فضیلت این روز فرمودند که عید من اعیاد المسلمین و یوم دعا و مسئله، فرمودند عید روز عرفه عیدیست از اعیاد مسلمین و همچنین روز دعا کردن و درخواست کردن از خداوند متعال. در برنامه امروز عارفانه که به مناسبت این روز تهیه دیده شده، صحبت در مورد معارفی هست که از دعای شریف عرفه سید الشهدا علیه السلام میتونیم استفاده بکنیم. افتخار داریم که در خدمت استاد محترم دانشگاه و فاضل ارجمند جناب استاد حکمت باشیم و انشاءالله در این برنامه و با این موضوع مهم از محضر ایشان بهره‌مند بشیم. خدمت استاد عرض سلام داریم جناب استاد، وقت شریف شما بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما و همه بینندگان و شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان را به همه امت اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم از خداوند متعال برای حجاج بیت الله حرام. حج مقبول و سعی مشکور را مسئلت داریم. همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه سفیر صدیق ابا عبدالله الحسین علیه السلام و نهضت عاشورا حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام را در خدمت شما هستیم. سلامت باشین خدمت از ماست. خیلی تشکر میکنم از آقای حکمت بزرگوار از حضور شما در این برنامه. خیلی دوست داریم در صحبت اولیه پیرامون فضیلت روز عرفه فرمایشات داشته باشین تا انشالله وارد اهمیت دعا بشیم و بعد انشالله بپردازیم به معارفی که میتونیم از برخی از فرازهای دعای شریف عرفه برگیریم. روز عرفه همون گونه که حدیث رو از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیان فرمودید، در واقع هرچند عید نامیده نشده ولی یکی از اعیاد بزرگ اسلامی هست. در فضیلت این روز همین مقدار بس که امام صادق علیه السلام می فرماید که اگر کسی در ماه مبارک رمضان نتوانست حق مطلب را ادا کنه و به هر دلیل بخشیده نشود، منتظر روز عرفه باشد. در روز عرفه می تواند اون کمبوده های ماه مبارک رمضان را جبران بکند. پس خیلی روز بزرگیه که وقتی انسان در شب قدر در اون لیالی و ایام ماه مبارک رمضان که مهمان خداست، اگر کسی تقصیر قصوری دارد و نمیتواند خلاصه زمینه مغفرت و آمرزش را فراهم بکند، منتظر یک چنین روزی باشد که خداوند متعال به برکت این روز کسانی را که حتی در ماه مبارک بخشیده نشده است میبخشد. این روز روزیه که امام سجاد علیه السلام دید که کسی از غیر خدا داره طلبی داره و سؤالی داره. حضرت خیلی ناراحت شد، گفت که حالا در ایام دیگر اگر از کسی سؤال میکنید، لااقل در روز عرفه در این عید بزرگ فقط و فقط از خداوند متعال مطالبه ای اگر دارید، درخواست اگر دارید، درخواست خود را فقط با خداوند متعال مطرح بکنید. با توجه به اون فرمایش
پیامبر گرامی اسلام که فرمودن همیشه دعا خوبه، اما گاهی بالاخره اون نسیم رحمت الهی به صورت ویژه وزیدن میگیره، که تعبیری در روایات هست نفحات، و حضرت دستور میدهد که فتعرض لها، سعی کنید که این نفحات الهی رو از دست ندهید. و یکی از اون لحظه ها و اون ایام که به معنی واقعی کلمه از ایام الله هست و از نفحات هست، همین روز شریف عرفه هست. خب این روز عظمت دارد و دعا کردن به خصوص در این روز که روز دعاست از اهمیت ویژه برخوردار است. اگر اجازه بفرمایید راجع به اهمیت دعا هم از قرآن کریم و روایات استمداد بگیریم و مطالبی را عرض بکنیم. ببینید قرآن کریم تعبیر راجع به دعا دارد که شاید راجع به هیچ آموزه دیگه این تعبیر را نداشته باشد، یا به ندرت اگر داشته باشد. راجع به اهمیت دعا قرآن کریم می‌فرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. خیلی تعبیر جالبیه، میگه که بندگان من اگر دعایتان نباشد دیگه خدا به ایتان اعتنا نمی کند. میخواهید خدا به ایتان اعتنا بکند؟ میخواهید این رابطه برقرار باشد؟ باید اهل دعا باشید. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. بعد برای اینکه بندگان خود را تشویق بکند به دعا دستور میدهد ادعونی استجب لکم، بسیار معنای رسایی داره، مطلق دعا کنید بدون هیچ استثناء و من هم بدون هیچ استثنای اجابت میکنم. اما اینکه اجابت چگونه هست بحث مفصلیه، بالاخره در جای خودش باید بحث شود. و بعدم تشویق میکند بندگان را که این پیوند باید نزدیک باشد، خدا نزدیک هست. میگه و اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. بعد قرآن میگه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اگر بنده من سراغ مرا گرفت بگو که خدا از همه به تو نزدیکتره و دعای شما را در واقع اجابت میکنه. و خداوند متعال در واقع از بندش میخواد، میگه که این دعوتی برای اجابت کن. وقتی من ازت میخوام که بیا با من صمیمی باش، دعا کن، از من درخواست داشته باش، شما این درخواست منی خدا رو اجابت کن، بیا اهل دعا باش. همیشه اهل دعا بودن در هر شرایطی در هر زمان و مکانی بسیار مهمه، اما در برخی ایام مثل ایام و لیالی ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، و اگر اونجا نتوانستیم برای جبرانش به خصوص در روز عرفه باید که تلاش بکنیم از این لحظه های معنوی به خصوص با توسل به ائمه معصومین و سید الشهدا از این فرصت ها استفاده کنیم. یعنی این روز عظمت خاص خود را داشت، اما دعای امام حسین علیه السلام و دعای روز عرفه به این روز یک عظمت ویژه و یک معرفت ویژه و یک در واقع خصوصیت ویژه دیگری هم بخشیده، یک برکت ویژه دیگری هم بخشیده که به برکت دعای امام حسین علیه السلام در این روز و این دعای بسیار سرشار از معارف الهی و با توسل به سید الشهدا قطعا دعاهای مؤمنین قرین اجابت خواهد بود. خدا خیر سان بوده. خیلی بهرمند شدیم. جناب استاد، فقط یک سوال کوتاه داشته باشیم از معظم حضرت عالی. آیا این فضائلی که بر روز عرفه مطرح شده و اعمال خاصی که فرمودید وجود داره مخصوص حجاجی هستند که در عرفات هستند در روز عرفه، یا اینکه خیر عمومیت داره این مسئله؟ طبیعتا همون گونه که زمان خاص اثر خود را داره، یعنی همه ایام ما میتونیم دعا کنیم، ولی در یک زمان خاص خیلی سفارش ویژه شده، به لحاظ مکانم این گونه هست. یعنی این گونه نیست که دعا در همه مکانها یکسان باشد. این که انسان توفیق حج را داشته باشد، این که در
روز عرفه در عرفه باشد، در کنار بیت الله، در جمع حجاج، طبیعتا یک ویژگی خاص خود را داره. اما این گونه نیست که دعا در روز عرفه مخصوص حجاج باشد. در هر شرایطی، در هر مکانی که ما باشیم دعا بکنیم، در واقع از فضیلت برخورداریم. به خصوص خوبه که اهتمام داشته باشیم در این لحظه هایی که میخواییم دعا بکنیم، بریم در خانه خدا، در مسجد، بریم در جمع و دعا را با هم بخوانیم که قطعا به اجابت نزدیکتر خواهد بود. بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر میکنم جناب استاد. بینندگان عزیز و گرامی، خوشمند هستم همراهی بفرمایید. انشاءالله در بخش بعدی برنامه صحبت را در رابطه با معارف والای دعای شریف عرفه آغاز خواهیم کرد. بابا باشید. تشکر میکنیم از همراهیتان بینندگان عزیز. قبل از اینکه بپردازیم به معارفی که از دعای شریف عرفه میتونیم انشاءالله استفاده بکنیم، نکته را در رابطه با جایگاه و عظمت و شخصیت والای حضرت مسلم بن عقیل خدمت شما عرض بکنم. سید الشهدا علیه السلام هنگامی که میخواستن حضرت مسلم را بفرستن به عنوان سفیر خودشان به کوفه، چنین نوشتن: قد بعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی، همانا کسی را به سمت شما گسیل داشتم که او برادر من و پسر عموی من و مورد ثقه و اطمینان من از اهل بیت من هست. همین کلام مختصر سید الشهدا علیه السلام نشان میده که حضرت موسی بن عقیل علیه السلام دارای چه جایگاه والایی بودند و مورد اطمینان ولی خدا امام حسین علیه السلام بودند. یاد و خاطره این شخصیت والا و تأثیرگذار را در نهضت عاشورای سید الشهدا علیه السلام گرامی داریم. صحبت ما در برنامه امروز حول محور دعای شریف عرفه خواهد بود که درخواست میکنیم از سرور ارجمند جناب استاد حکمت که فرمایشات چنان پیرامون جایگاه و عظمت این دعا و انشاءالله بعد هم به صورت گزینشی برخی از فرازهای مهم و محورهای اصلی که سید الشهدا علیه السلام مطرح فرمودند در قالب این دعا بپردازید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دعای شریف عرفه یکی از طولانی ترین ادعیه ها و یکی از عرفانی ترین و پرمحتواترین ادعیه هست که هم به لحاظ سند از یک اتقانی برخورداره، هم به لحاظ محتوا چنان محتوای غنی دارد که دیگه این محتوای غنی نیاز به سند هم ندارد، خودش بیانگر این هست که خلاصه از غیر انسان معصوم چنین دعای واقعا غیر ممکن هست. خب این دعا فرازهای بسیار طولانی هست و آموزه های متعددی در این دعا هست، اما در حد این برنامه چند نکته بسیار مهم از این دعا را خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. اولین نکته اذعان قلبی به وجود خداوند متعال هست که در اینجا حضرت میفرماید که والیقین فی قلبی، اما راجع به بدیهی بودن و روشن بودن وجود خداوند متعال فراز بسیار آموزنده‌ای دارد که حضرت در این فراز می‌فرماید که خدا اونقدر روشن است که روشن‌تر از هر چیزی دیگر، یعنی هیچ حقیقتی در جهان به اندازه وجود خداوند متعال روشن نیست. ما اگر بخواهیم با واسطه چیزی دیگر به وجود خدا برسیم، شبیه این میماند که در روز روشن با یک لامپ، با یک چراغ قوه دنبال خورشید بگردیم. به گفته مرحوم علامه طباطبایی ایشان فرمایش دارن، میگن که در این عالم هیچ موجودی روشنتر و بدیهیتر از وجود خداوند متعال نیست. در همه جا خدا هست، فقط چشم بینا میخواهد که خدا را ببیند. شما فرازهای دعای عرفه را ببینید که در این مورد چی میفرماید. حضرت میفرماید ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. آیا غیر خدا روشنایی دارد، نورانیتی دارد غیر از آن چیزی که خدا به او داده تا
ما توسط او بخواهیم خدا را ظاهر بکنیم. یعنی آیا روشن‌تر از خدا وجود دارد که او بخواد خدا را برای ما روشن بکنه؟ بدیهی‌تر از خدا وجود دارد تا ما از طریق او به خدا پی ببریم؟ هرگز. بعد حضرت چقدر زیبا مناجات میکند: متا غبت حتی تحتاج و الى دلیل یدل علیک. ای خدا، کی غایب بودی تا این که شما نیاز داشته باشید به یک دلیلی که ما از طریق اون دلیل بخواهیم شما را حاضر کنیم و با وجود شما اذعان بکنیم؟ شما که غایب نبودین که ما اصلا دنبالتان بگردیم. بعد حضرت می فرماید: و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک. کی دور بودی که ما بخواهیم به واسطه یک سری آثار به تو برسیم؟ همون گونه که در قرآن کریم در اون آیه مربوط به دعا گفتیم که حضرت فرمود: و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الدعاء اذا دعاني و نحن اقرب اليكم من حبل الوريد. قرآن هست، خدا از خود ما به ما نزدیکتره، دور نیست تا ما بخوایم متوسل به یک وسیله شیم که به خدا برسیم. خدا خیلی نزدیکه، روشنتر از هر چیز، نزدیکتر از هر چیز به ما هست. بعد حضرت می فرماید که عمیت عین لا تراک علیها رقیبا. کور باد چشمی که تو را نبیند، بر خود رقیب نبیند. اون چشمی که خدا را نبیند و چشم کوره. حقیقه ممکنه ما چشم ما یک آثاری را ببیند، به لحاظ سلامتی ظاهری کاملا سالم باشد، اما وقتی که خدا را نبیند و همه چیز را به عنوان آیت خدا نبیند، اون چشم در حقیقت کوره. این اولین نکته که حضرت در این دعا، در فرازهای مختلف البته، به ما این را می آموزد که خداوند متعال روشنتر از هر حقیقت است و نزدیکتر از هر چیزی به ما هست. او هست که همه حقایق را برای ما روشن کرده. قرآن کریم هم می فرماید: اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید. آیا کفایت نمی کنه که خدا شاهد همه چیز هست؟ خدا هست که همه چیز را وجود می دهد و ظهور می دهد. که از این آیات و فرمایشات حکمای ما و عرفای ما اون برهان صدیقین را برای اثبات وجود خدا به دست آوردن که شاید محکمترین برهان باشد. پس اولین فراز اینه، به ما هم به عنوان یک مسلمان باید استفاده تربیتی بکنیم که اساس هر کاری باید اذعان به وجود خداوند متعال باشد. وقتی که به وجود خدا یقین پیدا کردیم، دیگه اون سنگ اول خیلی خوب گذاشته شده و دیگه ما در مسائل دیگر هم گرفتار مشکل نخواهیم شد. اگر مشکل هست، اینه که ما متاسفانه در این قسمت مشکل داریم. بحث دیگری که در این دعای شریف خیلی به اصطلاح بعد از اذعان به وجود خداوند پررنگ در فرازهای مختلف، این بحث توحیده که خدای خالق همه چیز توی، خدای اراده تو بر هر چیزی دیگر قاهره، هر چیزی را که تو اراده بکنی همان می شود. ببینید این اذعان، اون بحث خدا باوری و بعدم این بحث توحید محوری که ما اذعان داشته باشیم خداوند یک و یگان است، خالق عالم فقط خداست، پروردگار عالم هم فقط خداست، همه چیز تحت تدبیر خداوند متعاله. بعد میآید خدا، وقتی خدا را یقین داریم، وقتی توحید او را باور میکنیم، اون موقع هست که همه چیز را از خدا میدانیم و همه چیز را نعمتهای خداوند متعال. لذا اون رکن دیگه‌ای در دعای عرفه ذکر و یادآوری نعمت‌های متعدد است که حضرت بسیار به اصطلاح در فرازهای مختلف نعمت‌ها را یکی یکی یادآور میشه، هم نعمت‌های ظاهری و نعمت‌های مادی را یادآور میشه و هم نعمت‌های معنوی را یادآور میشه. مهم این بخش نعمت‌های معنوی هست. ببینید ما معمولاً چون نعمت‌های مادی و جسمانی رو می‌بینیم توجه داریم، گاهی به اصطلاح
ممکن از اینها هم غفلت بکنیم، اما اون نعمتهای بزرگتری که ما از آنها معمولا غافل هستیم اونها نعمتهای معنوی هست. شما وقتی قرآن کریم رو هم نگاه بکنید، خداوند متعال بر ما منت نمیگذارد که به شما چشم دادیم، منت نمیگذارد به صراحت که به شما حتی عقل دادیم، جسم سالم دادیم، گوش دادیم. اما وقتی نعمتهای معنوی را ذکر میکند با تأکید و بعد با واژه منت بیان میکنه، مثلا نعمت نبوت را خداوند متعال میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسول من انفسکم، با تأکید میگه ما بر شما منت گذاشتیم. یا در ادامه نعمت نبوت وقتی نعمت ولایت مطرح می شود به صراحت نعمت می آورد، میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وقتی در ادامه ولایت نعمت مهدویت رو خداوند متعال ذکر می کند، باز هم با تأکید می فرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ببینید اینجا نعمت مهدویت رو تأکید می کند. یکی از مواردی که در این دعای شریف خیلی مورد توجه هست اینه که حضرت تلاش میکند که در کنار نعمتهای مادی نعمتهای معنوی را هم یادآور شود. بسیار عالی. خدا خیلی سان بتا خیلی بهرمند شده. بینندگان عزیز و گرامی خوشمند هستم، باز هم همراهی بفرمایید پس از وقفه کوتاهی که خواهیم داشت انشاءالله باز هم در خدمت آقای حکمت بزرگوار خواهیم بود تا ببینیم که در فرصت باقی مانده چه محورها و فرازهای مهم دیگر از دعای شریف عرفه را میتونیم مرور بکنیم. بابا باشید. در کتاب شریف صحیفه سجادیه از حضرت امام سجاد علیه السلام نقل شده که در رابطه با فضائل روز عرفه فرمودند خدایا این روز روز عرفه است، روزی که آن را شرافت و کرامت و عظمت دادی، سفره رحمتت را در آن گستراندی و در آن به بخششت بر بندگان منت نهادی و عطایت را در آن بزرگ نمودی و به وسیله آن بر بندگانت تفضل و احسان فرمودی. با ادامه برنامه عارفانه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و می‌خوایم که فرصت باقی مانده انشاءالله حد اکثر استفاده بشه ازش با صلواتی ارزشمندی که آقای حکمت دارن. بفرمایید. عرض کردیم که یکی از فرازهای مهم دعا که تکرار هم شده شمردن نعمت‌های خداوند متعال هست. امام علیه السلام با تکیه بر این آیه قرآن کریم که و این تعد نعمت الله لا تحصوها، میگه خدایا نعمت‌های تو قابل شمارش نیست، حتی اگر به اندازه کل انسان‌ها هم عمر بکنیم و بخواهیم بشماریم باز هم نعمت‌های خداوند متعال قابل شمارش نیست. بعد وارد این فراز می‌شود، این نکته تربیتی رو به ما یاد می‌دهد که ما نباید غرور داشته باشیم در شکرگزاری و فکر کنیم یک الحمدلله اگر گفتیم دیگه شکر نعمت شد. نه، اصلا ما توانی این رو که بتوانیم خداوند متعال را و نعمتهای او را شکر بکنیم نداریم. حالا که نداریم تکلیف چیه؟ یعنی دیگه نریم سراغ شکر کردن؟ نه، حضرت تأکید میکند ولیکن به قدر توان هر کس به اندازه ظرفیت خود باید که نعمتهای خداوند را، هم نعمتهای مادی و هم نعمتهای معنوی را شکر بکند. حضرت میفرماید که ام ای عطایا که اقوم بها شکرا، این همه عطایا که داری کدومش من شکر کنم خدایا؟ و هی یا رب اکثر من ای احصیها العادون، این نعمتهای که دوتا که نیست، کوچک که نیست، این قدر زیاد و این قدر بزرگه که هیچ کس نمیتواند نعمتها را بشمارد. او یبلغ علما به الحافظون، هیچ کس نمیتواند به همه نعمتهای تو علم پیدا بکند. خب اینها هست که بعد میفرماید که ما نمیتوانیم این نعمتها را شکر بکنیم، اما غیر انی یا الهی اشهد به جهدی و جدی و مبلغ طاعتی و وسعی، اما خدای من نمیتوانم نعمتهای تو را بشمارم و شکرگزاری کنم، اما به اندازه توان خود، به اندازه ظرفیت خود تو را شکرگزار خواهیم بود. بعد ایشان یکی از نعمتهای بسیار بزرگ خداوند متعال را این میداند که ما به ما فرصت دعا داده،
به ما فرصت طاعت و عبادت داده. بعضی ها فکر میکنن که این طاعت و عبادت یک تکلیفه، یک تکلیف شاق که معمولا آدم باید ازش فرار کنه، اما اولیای الهی چنین نگاهی به طاعت و عبادت نداشتن. اونها طاعت و عبادت را بزرگترین نعمت الهی و شیرین ترین چیز در زندگی اونها طاعت و عبادت بود و دعا، و به خصوص در فرازهای مختلف این نکته را ذکر میکند که خدایا دعای ما را یقینا استجابت میکنی و این از لطف الهی هست. مثلا در چند جای میفرماید خداوندا فَإِنْ دَعَوْتُكَ عَجَبْتَنِي، اگر دعوتت کردم، دعایت کردم، اجابتم کردی. و این سألتو که اعطیتنی، هرگاه از چیزی خواستم عطا کردی. و این اطعتو که شکرتنی، هرگاه که از اطاعت کردم، اوامرت را انجام دادم، شما هم در واقع قبول کردی و شکر کردی. و این شکرتو که زدتنی، خدای هرگاه که نعمت خود شما را شکر کردم، شما هم نعمت خود را افزون کردین. و این شکرتم لعزیدن نکم، که آیه قرآن کریم هست. بعد می فرماید کل ذالک اکمال لانعمک علی و احسانک الی، همه اینها برای این است که تو اینقدر خدای مهربانی هستی که می خواهی نعمت را برای ما به کمال برسانی و در حق ما احسان کنی. باز هم در فراز دیگر همین رو می‌فرماید دعوتک فعجبتنی و سألتک فاعطیتنی و رغبت الیک فرحمتنی و وثقت بک فنجیتنی. اینها در واقع به لحاظ روحی و روانی میخواد اطمینان بدهد که هر کس به خداوند متعال توکل بکنه، از خداوند متعال بخواهد، قطعا اگر از طرف ما مشکلی نباشد، از طرف خداوند متعال هیچ گونه بخل نعوذ بالله و ممانعت وجود نداره. و بعد حالا که در چنین روز قرار داریم، حضرت با ما این نکته تربیتی را هم یادآور میشه که شما توجه داشته باشید که در چنین روزی بزرگی، حالا که در پیشگاه خداوند متعال قرار دارید، سعی کنید از خدا چیزی کمی نخواهید. یعنی در دعا سعی کنید بلند همت باشید. گاهی وقتها هست که انسان میاد یک چیزهای کوچک را در یک روز بزرگ از خدای بزرگ میخواهد، این دیگه با اون همت یک انسان مؤمن سازگاری ندارد. ما در این روز از امام حسین علیه السلام یاد بگیریم که غیر از خودی خدا به هیچ چیزی دیگر نباید راضی شویم. یعنی اون کامل مطلق را از خدا بخواهیم. غیر از این دعا همیشه اولیای الهی این گونه بوده. مثلا شما در مناجات شعبانیه هم حضرت علی علیه السلام می فرماید الهی حبل کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیای نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. خدای ما رو با اون معدن اصلی عظمت و کمال و کرامت که خداوند متعال باشد، خدای ما رو با اونجا برسان. امام حسین علیه السلام چقدر زیبا می فرماید که ما دا وجد من فقدت، خدای کسی که تو را از دست داده، تو را نداره، چی داره؟ و من لذی فقد من وجدک، خدای کسی که تو را داره چی از دست داده؟ کامل مطلق که خداست، منبع همه کمالات، منبع همه فیوزات خداوند متعاله. کسی که خدا را داره همه چیز داره. کسی که خدا را نداشته باشد هیچ چیز ندارد. بعد حضرت چقدر زیبا می فرماید لقد خواب من رضی دونک بدلا، کسی که به غیر از تو به چیز دیگر راضی شود قطعا او ضرر کرده است. اینها معارف بسیار بلندیه واقعا. این که حضرت علی علیه السلام می فرماید الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتو. یا حضرت در یک حدیث دیگه می فرماید اکرم نفسک عن کل الدنیئه فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک شیئا. ای انسان قدر خود را بدان، خدا چنان کرامتی به شما داده
لقد کرمنا بنی آدم، شما را گل سرسبد عالمی خلقت قرار داده، هیچ چیزی نمیتواند بدل جان توی انسان باشد. همه چیز را خدا برای تو خلق کرده و خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. لذا تو به هیچ عنوان خود را به هیچ چیزی غیر از خدا نفروش، که فقط قیمت جان توی انسان خود خداوند متعال و کامل مطلق میتواند باشد. این آموزه است که امام حسین علیه السلام دارد. از همین جهت که در واقع نهضت علنی و جدی امام حسین علیه السلام هم از همین جا شروع میشه، با الهام از همین دعاها شما میبینید که چرا امام حسین علیه السلام این همه ماندگار شد، چرا این دعا این همه ماندگار شد. به خاطری که امام حسین علیه السلام معامله ای کرد فقط با خود خدا، مانند یک قطره ای که در دریا در واقع مه می شود. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام چنین در خداوند متعال و توحید مستغرق شد. همون آیه شریفه ای که در شأن امام حسین علیه السلام، حالا یا قطعا یکی از مصادیق این آیه امام حسین علیه السلام هست که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم، یکی همین بهشت و نعمت هایی که برای عوام مردم هست، یکی هم بهشت رضوانه که میفرماید و رضوان من الله اکبر راضیه مرضیه، اما یک مرحله بالاتره که فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، اون بهشت ذات، اونی که فقط به خود خدا انسان به هیچ چیز دیگر غیر از خود خدا راضی نمیشود. این در واقع اوج دعای شریف عرفه است که در اینجا و در لحظه های آخر دعا امام حسین علیه السلام این گونه با خداوند متعال مناجات میکند و در واقع به ما هم میاموزد که بغیر از خداوند متعال نباید به چیزی کمتر قانع شد، اونم در روز عرفه و در چنین روز شریفی باید با یک همت بلند از خداوند متعال اوج تقرب و اوج کمال را مسئلت نمایید. بسیار استفاده بردیم از آقای حکمت بزرگوار. سعی مانا تشکر میکنم از حضور شما و فرمایشات ارزنده ایتان. آرزومند هستیم که انشاءالله این معرفتی که امروز حاصل شد و مطالب ارزشمندی که فرا گرفتیم پیرامون دعای شریف عرفه، باعث شده باشه که بتونیم در طول سال به این دعا مراجعه داشته باشیم. و همطور که استاد فرمودن، این دعا در واقع بحر عمیقی است از معارف اهل بیت علیهم السلام که باید به فراز فراز و عبارتش پرداخته بشه و انشاءالله این معارف استخراج بشه. از خداوند متعال میخواییم که انشاءالله همه ما را رهرو راستین راه سید شهدا علیه السلام قرار بده و انشاءالله درجات معرفت همه ما را به برکت وجود سید شهدا علیه السلام افزایش بده. به اتمام برنامه نزدیک شدیم و از خدمت شما بینندگان عزیز باید مرخص بشیم. خیلی تشکر میکنم که همراهی فرمودید. از همه شما عزیزان صمیمانه التماس دعا دارم. خدا نگهدار شما.